آیا احساس ناامیدی کردین؟ تحقیر رو حس کردین؟ غم، تنهایی، عصبانیت، شکنجه دادن تا رسیدن به یه پایان درمانده؟ توی زندگی خیلی وقتها باید کارایی رو بکنی که اصلا دوستش نداری، کارایی که خیلی وحشتناکن. اما کابوس شروع شده. به دنیای عجیب و غریب اسکن خوش اومدید. خب دیگه آقا زیاد احساسیش نکنیم، بریم سراغ یه بازی فوق‌العاده. فقط یه چیزی بگم، من مسئولیت این بازی رو به عهده نمیگیرم. خوردی تو؟ چون خیلی بازی عجیب و غریبیه، ممکنه بعد از اینکه بازیش بکنید دیگه اون حالت قبل نشین. دنیایی که ما توی زندگی میکنیم کاملا طبیعیه و انگار همه جا پر از جسمهای زنده. احتمالاً سازنده این بازی شب پای منقل بوده و نشسته گفته چیکار کنم چیکار نکنم، یک کوسکری بسازم مردم حال کنن. حالا دلیل این حرفمو جلوتر میفهمید. ما توی شروع بازی به یه انگل یا یه چیز شبیه گوش چسبیدیم. بعد از اینکه خودمون ازش جدا میکنیم یواش یواش با دنیای اسکورن آشنا میشیم. از همون اول بازی باید دستمون رو بکنیم توی سوراخ تا بتونیم پازل پیش رومون رو حل بکنیم. ولی مشکل اینجاست که دستگاه نیاز به یه دست دیگه هم داره تا بتونیم پازل رو حل بکنیم. ما هم یه نفر از خدا بیخبر پیدا میکنیم و خواهر و مادرش رو هم پیوند میزنیم. چه میبینی؟ و با یه دستگاهی لهش میکنیم. بعد از اینکه دستشو برداشتیم میریم و باهاش این پازل رو حل میکنیم. شاید بپرسید اصلا ما توی این بازی نقشمون چیه؟ اصلا توی این بازی باید چیکار بکنیم؟ واقعیتش اصلا معلوم نیست هدف این بازی چیه و اصلا داستان خاصی نداره. میتونه واسه هر کسی که این بازی رو تموم میکنه یه معنی داشته باشه. توی یه قسمت از بازی ما وارد یه مایه میشیم و به خواب میریم و دوباره از نو متولد میشیم و یه چیزی که شبیه ناف بچه است رو از شکممون بیرون میکشیم. جلوتر یه موجود بیفانوس رو میبینیم که اصلا معلوم نیست شبیه چیه و میچسبه بهمون و دستش رو تو ناموس میکنه توی بدن ما و جزوی از ما میشه. حالا همین موجود هم برامون خوبه هم بده. خودم هم نفهمیدم چی شد ولی خب دیگه همینی که هست. وقتی که جلوتر میریم انگار بیشتر داره درونمون نفوذ میکنه، درست مثل یه انگل. ولی خوشبختانه یه جا از این موجود کیری راحت میشیم و اونو فراری میدیم. حالا اینجا رو داشته باشین، اصلا من خودم در عجبم. یه اسکلتی همینجوری میاد دست و پامونو میبنده و دست رازی میکنه بهمون و ما رو میکشه. بعدش متوجه میشیم اون شکممون رو پاره کرده و ما انگار دوباره متولد شدیم. من اینجا باید بگم اما بچه ها موسیقی بازی فوق‌العاده است. یا نمادهایی که این بازی داره واقعا پرمعنی هن. برای من سوال شده که اون همه تولد معنیش چیه؟ چرا ما تو این بازی هی میمیریم و زنده میشیم؟ اگه نظری دارید بهمون بگید. حاجی من یه جا تو این بازی به صحنه‌های خوبی برخورد نکردم. یعنی انگار که رفتی پ***ها. یه سری عکس ها توی دیوار هستش، البته نمیشه بگیم عکسه، یه سری نقش ها روی دیوار هست که واقعا بدآموزی دارن. بعضی از این نقش ها دارن پوزیشن های مختلف اکسی رو به ما نشون میدن. به طور مثال یکیشون روی دیوار یه عمل خیلی بزرگ داره. البته این طرح ها شاید به ما نشون بدن که هدف کلی داستان چیه. از اونجایی که این بازی داستان خاصی نداره و شما باید خودتون بفهمید این داستانش چیه، پس منم نظر خودم رو بهتون گفتم. از اونجایی که ما دور و برمون پر از جسدهای نیمه زنده یا مرده هستش یا انسانایی که با گوش ترکیب شدن، حس میکنم قبلا این جهان پر از تولد و زندگی بوده و این تولد از یه انرژی با سوختی استفاده میکرده و حالا هم نابود شده. با از بین رفتن اون انرژی این جهان به این جای عجیب تبدیل شده. پوینتی که منو قوی میکنه اینه که تو این بازی هیچ دیالوگی نیست و هیچ راهنمایی هم ما دریافت نمیکنی و هر گویی که بخوریم دست خودمونه. کلا سازنده مخاطبو به خیارش گرفته. پس ما نمیدونیم کی هستیم، کجاییم و اصلا چرا یه سری گوش به ما حمله میکنن. یه جا که خیلی میتونه پرمعنی باشه برامون اینه که ما یه بچه رو آزار میدیم یا اونو مجبور میکنیم که ما رو به مرحله بد ببره. جالبش اینجاست که هیچ گزینه‌ای برای نجات اون بچه‌م نیست. اما از هر چی بگذریم نباید بخش مبارزات بازی رو یادمون بره. آقا یه سلاحی بهمون میدن که اصلا معلوم نیست چیه. ما هم مجبوریم با همین دستبیلی که بهمون میدن این گوشتایی که به طرفمون میان رو نابود کنیم. بهتون پیشنهاد میدم این بازی رو از دست ندید. واقعا بی‌نظیره و مخصوصا اینکه صداگذاری‌هاش محشرن. خیلی وقتم است که در دست ساخت بوده. وقتی هم که عرضه شده کلی سر و صدا به پا کرده و هنوزم دارن در موردش صحبت میکنن. فقط یه نقد منفی که میشه بهش کرد اینه که بازی کوتاهه و سریع تموم میشه. این بازی واقعا یه اثر هنریه و کلی زیبایی توش وجود داره. یادتون نره اگه این بازی رو بازی کردید بهمون بگید که از نظر شما بازی چطوری بود، چه توری‌هایی از نظر شما در مورد این بازی وجود داره.
خب بچه‌ها در اینجا یه ویدیوی دیگه بهتون معرفی میشه که اگه دوست داشتید حتما اونو ببینید. میدونم که خوشتون میاد، باهاتون شرط می‌بندم. عشق هستید و زیبا، یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. فداتون، خدا نگهدار.